سلام، به نوبت شما خوش اومدید. بر اساس پژوهش‌ها و مطالعات دانشگاه ییل در آمریکا، قربانیان زورگویی و قلدری در مدارس 2 تا 9 برابر بیش از کسانی که قربانی این ناهنجاری نشدن به خودکشی فکر میکنن. این زورگویی ها میتونه به شکل آزار لفظی، تمسخر، به شکل حضوری باشه یا الکترونیکی یا از طریق پیام‌های تلفنی یا در شبکه‌های اجتماعی انجام بشه. شایع پراکنی و ژست‌های تهدیدآمیز و به هم زدن رابطه دوستی فرد با دیگران هم از جمله مصداق‌های زورگویی و قلدری در مدارسه. این سوء رفتار مختص محل جغرافیایی خاصی نیست و در همه کشورها مشاهده میشه. من مریم زهدی هستم و امروز در این مورد از شما سوال میکنم. آیا در جایی که شما زندگی میکنید والدین آگاهی کافی درباره این ناهنجاری دارن؟ به اندازه کافی اون رو جدی میگیرن؟ اطلاعات خودشون رو از کجا کسب میکنن؟ به نظر شما در صورت بروز همچین اتفاقی وظیفه‌ای که بر عهده والدین و اعضای جامعه است چیه؟ مسئولان مدرسه و دستاندرکاران امور نوجوان‌ها چه وظیفه‌ای در این مورد بر عهده دارن؟ تجربه و مشاهده شخص شما چی میگه؟ از راه‌های مختلفی میتونید با ما تماس بگیرید، روی صفحه تلویزیونتون میبینید، منم براتون مرور میکنم. تلفن‌های تماس 2044-27-76-577 و 2044-27-76-578. شماره اسمس گیر ما 2044-78-663-33 هلوش 1 ساعت فرصت دارید که با ما تماس بگیرید. باید به اطلاعتون برسونم که امروز شهین نژاد، روان درمانگر و مشاور خانواده، مهمان برنامه امروزمونه و در ادامه برنامه حضور خواهد داشت و به سوالات شما درباره موضوع بولینگ یا همون زورگویی قلدری در مدارس جواب میده. امروز همکارم رجا اسدی هم همراه منه تا همین موضوع رو در اینترنت دنبال بکنه. خودش بیشتر توضیح میده. رجا ممنون. اذیت و آزار بچه ها در مدارس توسط همکلاسی هاشون در شبکه‌های اجتماعی به خصوص انگلیسی زبان بارها موضوع صحبت شده و خیلی از کشورها خیلی جدی با این موضوع برخورد میکنن. امروز تجربیاتی رو که شما با ما در میون گذاشتید در برنامه مطرح میکنم و از مهمان برنامه هم میخوام که به سوالات شما پاسخ بده. 50 دقیقه فرصت دارید که تجربیات و نظراتتون رو برام بفرستید. از این راه ها به فیسبوک رسمی ما پیام بدید با آدرس facebook.com/bbcpersian. اگر اهل توییتر هستید شناسه ما اینه @bbc شما و ایمیل هم میتونید بزنید با آدرس shoma@bbc.co.uk. اگر دسترسی به تلگرام براتون آسان تره به پیامگیر ما پیام بدید با آدرس BBC شما. اگر مایلید عضو کانال تلگرام ما بشید با آدرس BBC پرژیان پیام بدید. اما فعلا صدای شما رو از راه تلفن میشنویم. متشکرم رجا. با تلفن ها شروع میکنم. همونطور که گفتی مهدی از تهران و مریم از آلمان دو نفری هستن که برنامه رو باهاشون آغاز میکنیم. بهتره که با مشاهده و تجربه بیننده هامون شروع بکنیم. آقای مهدی، شما احیانا از همین بولینگ یا زورگویی در مدرسه تجربه یا مشاهده ای داشتید یا دارید؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون که دارن برنامه رو نگاه میکنن. بله، من یه همچین تجربه داشتم از نزدیک زمان دبیرستان و خیلی برام تلخ و دردناک بوده، خیلی برام سخت بوده یه همچین تجربه. اگر راحت هستید از جزئیات بیشترش برای ما بگید لطفا. آره، عرض با خدمت شما که ببینید تو فکر کنم دوم دبیرستان یا اول یا دوم دبیرستان این حالت واسه بعضی پیش میاد. تو دبیرستان بعضی از بچه‌ها احساس این می‌کنن که از دیگران بهترن، یه حالت برتری‌جویی دارن. بعد تمسخر دیگران یکی از سرگرمی‌هاشون میشه، شاید یکی از رایج‌ترین سرگرمی‌ها تو بچه‌ها که حالا تو من حالا مدرسه اون زمانی که ما درس می‌خوندیم بود این بود که یه نفر رو مثلا انتخاب می‌کردن، حالا به هر نحوی، حالا طرف حالا یه عیبی ایرادی تو ظاهر تو چهره‌اش داشته بود که خیلی بهتر واسه اینا می‌شد. بعد شروع می‌کردن اینو مسخره کردن، تمسخر کردن، دست انداختن و به همین منوال. بعد تمومی هم نداشین، یعنی این نبود که یه روز باشه، دو روز باشه، یه هفته این اتفاق بیفته تموم بشه. نه، تمام اون به اصطلاح 9 ماهی که ما می‌رفتیم سر کلاس، 9 ماهی که ما می‌رفتیم مدرسه، این وضعیت، این حالت ادامه داشت. گفتید برای خودتون این اتفاق افتاده بود یا مشاهدتون این را میگه؟ برای خودتون این اتفاق افتاده بود؟ نه، برای خود من این اتفاق افتاده بود که توسط همکلاسیام مسخره میشدم مدام. خب شما چه کردید؟ چه تأثیری گذاشت این رفتار در زندگی شما؟ ببین چه کردم که همون دیگه، من فکر میکنم این مشکل رو باید من حل بکنم، فکر میکنم این مشکل منه و من باید حلش بکنم و با خانوادم، با پدر مادرم یا مثلا با حالا مدیرامون به نوعی مطرح نکردم این اتفاقی که داره واسه من میافته. هم میترسیدم که حالا تو بین دوستانم از این بیشتر طرد بشم، یعنی منو به عنوان یه خبرچین
بشناسم، مثلا بگن که این خبرچینه. همین هم که فکر میکردم که این مشکل رو میتونم حلش بکنم، ولی در نهایت دیدم نمیتونم این مشکل رو حل بکنم. اول به این فکر کردم که شاید بتونم مثلا از این دوستام، از این کسی که همکلاسیام دوست نبودن، همکلاسیام انتقام بگیرم، حالا یا مثلا یه جوری مثلا از بین ببرمشون. به اینا فکر کردم، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدم که خودکشی واسه من بهتره دیگه. از این به قول معروف معقوله، از این بخش زندگی میفهمم، فکر کنم دیگه آخرشه دیگه، چون انقدر اون به اصطلاح روزها و ساعتها واسه آدم دردناک میشه. یعنی یه احساسای خیلی عجیبی تو اون سن، تو اون سنی که شما تو سن بلوغ هستی، تازه داری با دنیای دور و برت آشنا میشی، تازه داری به این رشدی میرسی که دور و برت بشناسی، دوست داری چند تا دوست داشته باشی، یه محیط قرار میگیری که تو اون محیط علاوه بر اینکه بخوای دوست پیدا کنی، دشمن پیدا میکنی. خب ظاهرا سالها گذشته از این ماجرایی که شما میگین، در زندگی آیندهتون یعنی امروز تأثیری داره؟ چیزی هست که فکر کنید نتیجه اون اتفاقاته؟ ببینیم، واسه من الان اینجوری شده که هر جایی که من میرم برای من حالت مثلا فرمت یه کلاس داشته باشه، که مثلا که یه دنشت که الان بخوان یه کلاسی باشه که مثلا بخوان از اون کلاس بهره برداری کنن، یه چیزی یاد بگیرن، بعد من اونجا یه حالت خفگی دست میده، اصلا نمیتونم تو اون مکانا شرکت بکنم، از کلاس ها بیزارم، حالا هر کلاسی میخواد باشه. تأثیر تو زندگی من این شد که من تو اون مقطع دست به خودکشی زدم و منو بردن بیمارستان، حالا معده‌مو شستشون، از مرگ نجات پیدا کردم. خب بعد توضیح دادین که قصه چی بوده و انگیزتون چی بوده از اقدام به خودکشی؟ می‌بینی انگیزه اون زرد و درد بی‌نهایتی بود که من می‌کشیدم. نه سوالم اینه که از به خانواده گفتید بالاخره که قصه چیه؟ آره آره، آخرش بعد اینکه خودکشی کردم، وقتی بردن اووردن، دلیلش از من پرسیدن، تا اون موقع هم نمی‌دونستم. من گفتم اینجوری تو مدرسه دوستان منو مسخره می‌کنن، به من توهین می‌کنن. خب خیلی سریع بگید که واکنش چی بود وقتی اینا رو توضیح دادید برای والدینتون؟ خب اونا متاسف شدن، ناراحت شدن. من پدرم اومد فرداش، مثلا من دو سه روز بعد که اومدم از من بیمارستان مرخصی، اومد مدرسه، با مدیرمون هم صحبت کرد، با مدیر مدرسه هم، ولی هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. پس معتقدید که اون کمکی نشد. که لازم بوده نشده به شما. ممنونم از شما. با خانم مریم ادامه بدیم. خانم مریم، شما احیانا مشاهده یا تجربه‌ای داشتید از این مواردی که ما داریم راجعش صحبت می‌کنیم، زورگویی در مدرسه؟ من از تقریبا مثل این آقایی که تعریف کردم، من هم همچون چیزای خیلی داشتم، خیلی متاسفم، خودکشی کردم. قضیه من اینجوری، مثلا وقتی من تازه وارد آلمان شده بودم، 12-13 سالم بود که منم بعد مثل بقیه مدرسه میرفتم و درس میخوندم، چون که من این لهجه ای داشتم که الان این لهجه رو تا روز امروز دارم، وقتی که زبان کشور دیگر صحبت میکنم لهجه دارم، من به لهجه من میخندن، یعنی کلمه رو که خیلی دیگه لهجه خیلی خاصی میگفتم میخندن. وقتی هم که توی خیابون، توی قطار، توی اتوبوس، منو که وقتی میدیدن پیش تمام ملت، پیش تمام مردم، منو به اون استدعا میکردن. پیش از مالاریا اومده بود، اسم من و اسم اون مریض مالاریا گذاشت، یعنی اینقدر خودشون جرأت داده بود که اسم یک کسی دیگر رو به اسم یک مریضی صدا کنن، نه به اسم خودشون. حتی اینقدر یک بی‌ادبی و بی‌تربیت زیاد بود که من حتی توالت خودشون جرأت میکنه. خانم مریم، خطمون یه مقداری خراب هست، من تلاش میکنم که صحبت بکنم با شما دوباره تا همکارانم سعی بکنن صدای شما رو بهتر بکنن. من خداحافظی بکنم به مهدی، جاش رو به حسام از تهران بدم، بعد به شما برخواهم گشت. آقای حسام، شما چی احیانا تجربه یا مشاهده ای داشتید؟ چطور برخورد شده با موارد اینجوری زورگویی در مدارس احیانا اگر دیدید؟ سلام، اولین تحبیلی که نمان شد توی راه نمان شد وقتی 14 سنان به اتماقه شد پیشونی بودنم که من کلمه یه رو نمیتونستم بگم. متاسفانه ببخشید آقای حسام، خط شما هم مشخص نیست، خرابه و نمیفهمیم که شما چی میگین. برگردیم به مریم، بعد سعی بکنیم دوباره برگردیم به شما، با شما صحبت بکنیم. خانم مریم، داشتید توضیح میدادید، به ما بگید که اون اتفاقاتی که برای شخص شما افتاد در مدارس، در اتوبوس، در جامعه، در نهایت روی شما چه تأثیری گذاشت؟ نگاه شما امروز با نگاه اون روزی که داشتید فرق میکنه یا همون نگاه رو دارید؟ من اون نگاه رو که دقیقاً ندارم،
ولی اون اتفاقایی که افتاد منو بیشتر شجاع‌تر کرد که در بقیه مسیر زندگی اعتماد به نفسم بیشتر شد، قوی‌تر شد. الان مثلا یکی منو توهین کنه اصلا هیچ ناراحت نمیشه، اصلا خیالم نمیاد، اصلا بهش فکر نمی‌کنم. من اتفاقا قوی‌تر کرد. خب الان احیانا فکر میکنید که تأثیری مونده، یعنی اتفاقی افتاده که نتیجه اون به اصطلاح سوء رفتارها بوده، حتی اگر چیز مثبتی بوده باشه، الزاماً نه منفی. شما میگید قدرتمندتر شدی، چه میکنید بابت این قدرتمندتر شدن؟ چی کارا میکنید؟ مثلا اگه این با سر کلاسی با لحجه صحبت کردم، اگه اتفاقا کسی خندید دیگه برام اصلا مهم نیست، به چیزی پیدا میکنم دقیقاً به اون میخندم. یعنی اینجور انسانی درست کرد، کار خوبی نیست ولی خود انسان من اینجوری کردم. یعنی مقابله به مثل میکنید. ممنون از شما. اجازه بدید من دوباره خط حسام رو امتحان بکنم ببینم متوجه صداش میشیم خط بهتر شده یا نه. آقای حسام، داشتید تجربه شخصی خودتون رو برای ما توضیح میدادید، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام، مرسی. الو، بفرمایید. من اولین تجربه‌ام تو راهنمایی بود، من کلمه یه حرف از کلمه ها میتونم بگم، ره رو نمیتونم بگم. این اولین نفر معلم رو من فهمیدم. ره رو گفتید که نمیتونید درست تلفظ بکنید، همین باعث شده که این داستان رو براتون اتفاق بیفته. بعد یه سری رو گفتم که صد کنن رکبه بود، من نمیتونم صد کنم. این باهای از من خواست که من صد کنم، من درست صد میکردم ولی خب نمیتونم کلمه رو شما دیستم بگم. بعد همون اولین کلمه معلم از شما میخواست که فعلی رو صرف کنید که اون کلمه، اون کلام ره توش بود، رکبک ره داره صرف بکنید. درست شنیدم؟ درست میگم؟ بله، بفرمایید. درست صرف کردم، خوب بود، درست صرف کردم. مثلا معلم من گفت دوباره بود که من بیشتر مثلا بچه رو بخندم. اون که معلم بود اونجا میکردم، من با آنمان بود اونجا میکردش. خب همه اینها که میگید پیداست که شما رو آزار داده، چه تأثیری گذاشت رو روند زندگی شما این اتفاقات؟ روندش اینجوری شد. من وقتی من دوباره دبیرستان دوباره کلمه که نوشتم اکثرا کمتر استفاده می‌کردم. چی دبیرستان دست متوجه نشد تا اومدم دانشگاه. توی دانشگاه دوباره چی دوباره کار شد؟ من دوباره همینجوری کمتر کلمه استفاده کردم. ولی بازم خیلی نمی‌فهمیدم. من یه دوباره شما رو فکر که ارشه داری که پایندامان پیستم که با کنم استفاده فهمیدم، دو ساعت استفاده هم فهمیدم بسیاری که پایندامان میشه استفاده دیدم که با کنم فهمیدم. اینجا فهمیدم که من رو هم نشتم میدم از حرفیه رو من میخندم چون من باید جریان ایده چیکه توزید بخواد به تو بکنه جریان ایده من میخندیدم. خب برای مقابله با این ماجرا چه کردید شما؟ نفتانی ولی الان که دیگه دانشی دکترم چی سرکرسم برسیدم از کنم که کلمات صحبت میکنم از بجای جریان از کلمه مقابل شد کنم آی بشه صحبت کنم یا مثلا از تبدیل فویه میگم تبدیل اف که جای بزنی کلمات کردم چون میدونم دیگه فقط به شخص نیستش، به فرهنگ نیستش، به تفاقات نیستش، ایرانی کلن اکثر شما اینجوری هم. مرسی، ممنونم از شما که تجربتون رو با نرمیون گذاشتید. من خداحافظی بکنم با حسام و مریم از تهران و آلمان. بریم سراغ رجا ببینیم مرمون چی حاضر کرده. ممنون مریم. مسئله قلدری یا همون بولینگ کردن که ترجمه شده قلدری و زورگویی در مدرسه خیلی در کشورهای مختلف جدی گرفته میشه، مثلا در کشورهای غربی مثل بریتانیا یا آمریکا. و نمونهش هم مثلا بخوام بهتون نشون بدم که چقدر این موضوع جدیه، اگر به وبسایت دولت بریتانیا یه سری بزنیم، یه بخشی رو اختصاص داده به مسئله قلدری و زورگویی در مدارس و در این بخش توضیح میده قوانین چیه و چه مواردی حتی جرم محسوب میشه. خب یعنی نشون میده که خیلی جدی برخورد میکنن، خیلی جدی با این موضوع برخورد میکنن و مثلا توضیح میده چطور باید گزارش بدیم به مدرسه، چطور باید به پلیس گزارش بدیم، قوانین در این مورد چیه و حتی یک سری خطای تلفن ویژه در نظر گرفته شده که کسایی که در این مورد مورد آزار قرار گرفتن میتونن زنگ بزنن و بهشون توصیه میشه که چه کاری باید انجام بدن. و خیلی از خیریه های مختلف، جاهای مختلفه که در این مورد برنامه میذاره، به مدرسه ها میرن، آموزش میده، کارگاه های ویژه میده برای آموزش به معلم ها، به پدر مادرها. در آمریکا هم الان خوبه که اشاره بکنم، الان
الان تو ماه اکتبر هستیم. ماه اکتبر ماهی یک به عنوان پیشگیری از آزار و اذیت در مدارس در نظر گرفته شده و بچه‌ها رو در این ماه تشویق می‌کنن که کارهای مختلفی انجام بدن. مثلا هر روز یک هفته بعد یک دوست جدید پیدا کنن. اگر دیدن یک همکلاسیشون مورد آزار و اذیت توسط همکلاسی‌های دیگه قرار می‌گیره ازش حمایت کنن. با این کارا دارن تشویق می‌کنن و آگاهی رسانی می‌کنن. و یک وبسایت هم هست، این هم در این هفته خیلی فعال در این ماه خیلی فعال بوده در آمریکا به اسم 30 ثانیه که به پدر و مادرها توصیه میکنه، 8 نشانه رو خیلی خلاصه آورده و توصیه میکنه که چطور باید متوجه شن بچه‌شون در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته. چند نمونهش رو میگم. مثلا اگر بچه بخواد از زیر بار مدرسه رفتن فرار بکنه، اگر دلش نمیخواد که در فعالیت‌های گروهی شرکت کنه، یا خیلی بی‌حوصله است، بد اخلاقه، یا حتی دلش میخواد که تنها بذارنش، وسایل مدرسهش گم میشه یا آسیب میبینه، اینا همه یک سری نشانه است که پدر مادر باید یکم دقت بکنه و بفهمه که یک چیزی جای کار خرابه تو مدرسه. و یه مورد خیلی جالبم که در فیسبوک تقریبا چند ماه پیش بود خیلی سر صدا کرد، یک پستی بود که یک معلمی در یک فیسبوک گذاشت در مورد شیوهی که به کار برده و به بچه‌های کلاسش نشون داده که آزار و اذیت کردن همکلاسی‌ها کار خوبی نیست. این معلم توضیح میدم براتون، معروف شده به دو سیب. دو تا سیب قبل کلاس آماده میکنه، یکی از خیلی شبیه همان این سیب‌ها، یکی از سیب‌ها رو میکوبه زمین، ظاهرش تغییر نمی‌کنه اما معلم میدونه که داخل سیب خراب شده، کبود شده. سیبا رو میبره سر کلاس و به بچه‌ها نشون میده، همه باهاش توافق دارن که دو سیب عین همه. بعد معلم میگه من یکی از این سیبا رو دوست ندارم، خیلی خرفته. بعد به بچه‌ها میگه که این سیبو دست به دست کنین، هر چی دلتون میخواد به این سیبه بگین، حرفای تند بزنید، حرفای زشت بزنید به این سیبه. بچه‌ها مثلا یکی میگه چقدر تنبلی، چقدر بی‌مصرفی، چقدر زشتی. بعد دو تا سیبو میگیره، از وسط نصفشون میکنه و نشون میده اون سیبی که بچه‌ها بهش طعنه زدن از داخل همونجوری که تو تصویر میبینیم خراب شده، کبود شده، خورد شده، تکه تکه شده. و بچه میگه این اتفاقیه که برای کسی میفته که شما مورد آزار کلامی قرار میدین. این بیش از حدود 200,000 بار لایک خورده در فیسبوک. خیلی رسانه ها در مورد این شیوه مطلب نوشتن و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. عملاً ملموس به بچه‌ها نشون داده اتفاقی که میفته در شخصیت و روحیه بچه‌ها. و میگن این بهترین شیوه است برای آموزش، بهشون نشون بدیم تاثیر کارشون چیه. یه وبسایتی هم من بهش برخوردم، وبسایت به اسم ایم نامدار توسط یک روانشناس بالینی تهیه شده. توش یک سری مطالب جالب داره در مورد کودکان و روانشناسی کودکان. در این مطلب عنوانش هست به بچه‌ها یاد بدهیم قلدری نکنند. این اومده از زاویه‌ای نگاه کرده که بچه‌ای که قلدری می‌کنه رو باید چی کار کنیم، به قربانی نگاه نکرده، به کسی که قلدری می‌کنه نگاه کرده و یک توصیه‌هایی برای پدر مادر داره که اول بفهمیم دلیلش چیه. شاید احساس ناامنی می‌کنه و آزار و اذیت بچه‌ها باعث میشه که این حس ناامنیش از بین بره. توصیه میکنه چه کارهایی باید بکنیم. باید بهش یاد بدیم با مهربانی رفتار کنه. چراشو باید بهش بگیم. خودمون الگو بشیم برای بچه. حالا اگر کسی علاقه داره میتونه بره مفصل این مقاله رو در تایید این مطلبی که داری روش صحبت میکنی، بیننده ای داشتیم که الان داشت تجربه خودش رو میگفت و من میگفت من از همین شیوه استفاده میکنم برای دفاع کردن از خودم. منم تمسخر میکنم بقیه رو اگر یه جایی ببینم خیلی داره بهم فشار میاره. جالبه، به همین موضوع اشاره کرده توی این مقاله. اما میدونیم که آزار و اذیت در مدرسه فقط کلامی نیست، فیزیکی هست و در دهه اخیر هم یک چیزی خیلی مطرح شده به عنوان آزار و اذیت از طریق شبکه‌های اجتماعی و در اینترنت. یک نمونه غم‌انگیز و درناکش ماجرای خودکشی یک دختر 15 ساله است که در فلوریدای آمریکا اتفاق افتاده. این دختر بدون اجازهش وقتی که حمام می‌گرفته فیلمی می‌گیرن ازش، همکلاسی‌هاش، آره، و بعد این فیلمو در شبکه‌های اجتماعی اسنپ چت پخش می‌کنن و این دختر انقدر افسرده میشه و انقدر احساس شرم میکنه که در نهایت جان خودش رو میگیره و خیلی مورد جنجالی و خیلی دردناکه وقتی داستانش رو میخونید. نمونه هاش کم نیست در کشورهای مختلف. در فرانسه هم چند وقت پیش یک دختر 17 ساله جان خودش رو گرفت به نام امیلی که بعد از اینکه جان خودش رو گرفت تقریبا چند ماه بعد دفترچه خاطراتش در اومد که خیلی تکان دهنده است، از نظر روحی در چه شرایط بغرنجی به سر میبره و پدر مادرش اصلا خبر نداشتن که این در چنین شرایطی به کار میبره. این دختر توضیح میده که از 13 سالگی علاقه به کتاب خوندن داشته، اهل مود و چیزایی که تینیجرها بچهای نوجوان اهلشن نبوده و برای همین با دیگران در مدرسه متفاوت بوده و همین باعث میشه که بچه‌ها مسخرهش کنن، تحقیرش بکنن. اینجاست که جا داره به یک فیلم جدید هم
بهش اشاره کنم اگر داشته باشمش اینجا. صفحه‌شو باز نکردم، حالا براتون توضیح میدم. کمپانی قرن بیستم، کمپانی فیلمسازی، یک فیلمی تهیه کرده با کمک به کارگردانی تیم برتون، فیلمساز مشهور. در مورد موضوع داستانش اینه که یک بچه‌ای که با بقیه احساس با بقیه متفاوته، بقیه همکلاساش، و مورد آزار و اذیت قرار میگیره، یک محیطی رو کشف میکنه تخیلی که همه در اون متفاوتن از بقیه، و همین باعث شده، فکر میکنم همینجاست، همین باعث شده که بچه‌ها همه توصیه میکنه به بچه‌ها، خود تیم برتون که کارگردان این موضوع، که نترسید اگر متفاوتید، تفاوت شما نقطه قوت شماست، و اعتماد به نفس داشته باشید، عزت نفس داشته باشید و افتخار کنید به تفاوتتون. و کمپانی قرن بیستم هم با این سایت nobullying.com که به معنی نه به آزار و اذیت در مدارس، با هم دیگه همکاری دارن میکنن که این موضوع رو تشویق کنن و ترویج کنن در جامعه، که تفاوت داشتن نباید نتیجه بده به آزار و اذیت در مدرسه. در طول برنامه پیام هاتون رو اگر برای ما بفرستید مطرح میکنم، و اگر مهمان برنامه حاضر بشه میتونیم سوالاتون هم از مهمان برنامه بپرسیم. متشکرم روجا، خیلی ممنون. بریم سراغ خطای تلفن سهند از تهران و نیکو باز هم از تهران. سهند، جایی که شما زندگی میکنید چقدر آگاهی نسبت به این مسئله زیاد هست و چطور اطلاعاتشون رو آدم ها کسب میکنن، و اونقدر که باید جدی گرفته بشه، جدی گرفته میشه این آزار و اذیت در مدرسه؟ ببینید، در مورد اینکه چقدر جدی گرفته میشه یا نه، من خودم 2 سال سابقه تدریس دارم توی هنرستان، و توی هنرستان تدریس کردم، از نزدیک دیدم بچه های سن و سال بالا رو که چجوری اذیت های اتفاق میفته. اتفاقی که توی این اذیت های سن و سال بالا میفته بیشتر آزار جنسیه. یعنی پسرها، من دیدم مثلا پسرهایی که هستن یه مقدار حالا تنبل‌تر از بقیه هستن رو آزار جنسی میدن، حتی تو مدرسه خیلی هم میدونن، ناظر میدونه، مدیر میدونه که آقا فلانی آزار دهنده جنسیه، و نهایتا هیچ برخورد خاصی هم صورت نمیگیره. برخورد به اون کسایی صورت میگیره که مورد آزار قرار گرفتن. خب شما تجربه دارید، من میخوام بیشتر ازتون سوال بکنم آقای سهند. قبلش ولی اجازه بدید که من سلام بکنم به شنوندگان رادیو که به ما پیوستند. چند ثانیه بهشون خوش آمد بگم، و بگم که برنامه امروز ما درباره زورگویی و قلدری همسن و سالان در مدرسه هست. اگر شما هم شنونده ما هستید میتونید در نیم ساعت آینده با ما تماس بگیرید و توی این برنامه شرکت کنید و نظریات و تجربیات خودتون رو با سایرین در میون بگذارید. برگردیم آقای سهند. داشتیم آقای سهند صحبت میگردیم که گفتن که خودشون تجربه تدریس داشتن و معلم بودن. شما خودتون شخصا چه چیزهایی رو، چه علائم و نشانه هایی رو جدی میگرفتید؟ میگید سازوکار مشخصی وجود نداشته برای برخورد با یه همچین چیزی. شما شخصا چه میکردید؟ من خودم شخصا 4 ابتدایی بودم که به دلیل نوع فامیلی خاصی که داشتم مورد اذیت آزار قرار میگرفتم. بعد اولین اتفاقی که افتاد، من یه بار تو خونه گفتم به پدرم، و پدرم یه شک به من زد که چرا تو الان برخورد نکردی با اونایی که تو رو اذیتت میکنن. من گفت میتونستی بزنیشون یا نه؟ گفتم آره من میتونستم. گفت برو بزن. گفتم نه، آسیب ببین اون نفر، بالاخره ممکن اتفاقی بیفته. گفت تو برو بزن، اگر مرد خونش پای من. بعد من رفتم، خب تو سنین آدم زیادم متوجه نیست، اون پسر رو با یه لغت دادم، از 4 تا 5 تا پله افتاد پایین. نهایتا از تو مدرسه من پدر مادرم خواستم، و پدرم خیلی محکم گفتش آقا خوب کاری کرده، حق داره این ور اون ور. اما این اتفاقات باعث نشد که من خودم با یه همچین چیزی موافقت کنم. من تو این مواردی هست بودش که زمانی که معلم بودم پدر مادر رو میخواستم، هم پدر مادر کسی که آزار میداد، هم پدر مادر کسی که آزار دیده بود، و موضوع رو مطرح میکردم به دلیل اینکه از طرف خانواده بتونن در جریان قرار بگیرن، بدونم آیا مشکلی در خانواده دارن. چون به نظر من روش درست تو برخورد این موضوع اینه که شما کسی رو که آزار میده دعوت کنید. قطعا کسی که آزار میده در خانواده مشکلی داره، خانوادهش، پدرش، مادرش، بالاخره یه کسی هستش که تو خانواده جو ناسالمی داره واسه این آدم ایجاد میکنه. اون رو باید دعوت کرد، در جریان گفت گذاشت، و همون که آسیب میبینه رو، آزار میبینه رو،
باید خانواده رو دعوت کرد، در جریان گذاشت که یک راه درستی رو پیدا کنن برای مقابله با این آسیب و مقابله با این آزار. و من خودم خیلی صحبت میکردم تو مدرسه با این بچه هایی که خالص مورد آزار واقع میشدن و یا اون آزار دهنده ها. پس شما تلاش خودتون رو به نوبه خودتون میکردید، ولی فکر میکنید که سازوکار برخورد مشخص با این مورد وجود نداره در مدارس. خب بحث رو ادامه میدیم با آقای نیکو از تهران. شما چی تجربه و مشاهده در این زمینه داشتید یا دارید؟ با سلام خسن هستید خدمت شما همکانیتون در برنامه دیدیسی و همچنین فرورسیده تاتوی اوتیمی رو تشکر میگن به مورد بینانه ایمان. از اون خدمت شما من اولین تجربه ای که در رابطه با زورگویی و خشونت در مدارس برای خود من اتفاق افتاده در دوران ابتدایی بوده. یک کلاس دوم ابتدایی بودن که مفسری داشتیم و من خودم چون غیر ایرانی هستم با اون دیدی به من نگاه میکرد که ما سه تا از بچه ها بودیم که یه اتفاق شروع بکنیم به ما دیگه بوده. همیشه یادم میاد که وقتی که معلم ما نبود ایشون مفسر قرار میگرفت، چون هم قد بلند نداشت هم نکنه درشتی داشت، باید میدونست که یه تحت وحیلی بر ما ایجاد بشه از نظر گویی روانی و کافی بودی مقداری شیطنت بخواییم بکنیم که شروع میکرد بزادم. من یادم میاد که وقتی که این آقا که الان مفسر کلاس بود ما رو میزد با کمربند بلند میشد روی میز و شروع به زدن ما میکرد. من هیچ وقت این بگراند روانی هیچ وقتی از ذهنم نمیره. چرا میخوام بررسی بکنم که الان که خود من متاسفانه بیشتر آزار جنسی یا روانی یا مثلا کلامی بوده یا خشونت بوده، بیشتر در دوره آموزشی خودم اتفاق افتاده. یعنی از دوره ابتدایی بگیر راهنمایی بگیریم دبیرستان وارد شدم به دانشگاه در انشتر دوری لیسانس وقتی در خالصانس من دیگه اینجا در خالصانس دیگه هیچ ارتباط سعی کردم که مثلا با اون فضاهایی که از دوران گذشته من ایجاد شده با اون فضا اصلا هیچ ارتباط برقرار نکنم. من یادم میاد که مثلا عرضم خدمت شما این معمولا رفتارها در همه سطوح به وجود داره، بگیم که در هر سطوحی چه فرهنگی باشه چه اجتماعی باشه. بله مشخصا محل جغرافیایی خاصی نمیشناسه این اتفاقات در مدارس همونجور که شما گفتید. ممنونم که تجربتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه بدید من خانم شهین نژاد رو به بحث اضافه بکنم با اسکایپ از لندن، روان درمانگر و مشاور خانواده. سلام میکنم به برنامه ما، خوش اومدید خانم نژاد. منم سلام عرض میکنم خدمت خودتون و همه تماشاچیای عزیز. متشکرم خانم نژاد. یکی از بیننده های ما الان داشت توضیح میداد که وقتی که مطرح کرده در خانواده که باهاش بدرفتاری میشه در مدرسه، بهش پدرش گفته که برو همین کار رو تو هم بکن با کسی که با تو بدرفتاری کرده. شما فکر میکنید که اگر کسی، اگر بچه نوجوانی بیاد در خانواده مطرح بکنه که دچار سوء رفتار همسن و سالش در مدرسه شده، اولین قدمی که مادر و پدر باید بردارن چی هست؟ خیلی ممنون. من اولا که مدرسه رستم روزای شنبه کار میکنم و روان درمان مدرسه هستم، در ضمن ما یه گروه همین که فرمودید بولینگ یا زورگویی داریم که کمک میکنیم با کمک پدر مادرها که بچه ها آگاهی داشته باشن و این مسئله اتفاق نیفته. البته که وقتی یه کاری بد هستش ما نمیتونیم به بچه پیغام اینو بدیم که در رابطه هایی اون وقت اجازه داره که خودش هم قاطی این آدمای به اصطلاح بولی و با خشونت بشه. و پس دقیقا باید چی کار بکنه خانم نژاد؟ پدر و مادر چه باید بکنه؟ کارش اینه که در بهره اول پدر و مادر از پایه، از توی خونه در بچگی باید شروع بشه این ماجرا که بچه عزت به نفس و حرمت به نفسش بره بالا، با احساسات خودش و نیازهای خودش در تماس باشه، آگاه باشه و همینطور احترام بذاره به احساسات دیگران و علامتهایی که آدما با بدنشون در موقع خشمگینی، در موقع غم، در موقع درد نشون میدن آشنا باشه. خب من خواستم همین ازتون بپرسم خانم نژاد، این علامتها چه علامتهایی هستن؟ پدر و مادر باید به چه چیزهایی توجه کنن؟ اومدیم و بچه نیومد بهشون بگه که یه همچین مشکلی داره، چجوری باید متوجه بشن؟
بچه پدر و مادری که با بچهش در تماس باشه و روح و روان بچهش رو بدونه کاملا متوجه میشه، چون بچه ها در وهله اول میرن توی خودشون، یا ممکنه که برعکسش خیلی خشن بشن و رفتار یا کلامشون تغییر بکنه. اینه که پدر و مادر 100% اینو متوجه میشه و خیلی مهمه که پدر و مادر و مدرسه با هم کار بکنن، همکاری داشته باشن و اطلاعات رو با هم صحبت بکنن. و همونجوری که گفتم، بچه باید اون اخلاق صحیح رو بهش یاد بدیم. نمیتونیم بهش بگیم اخلاق صحیح اینه، ولی در مواقعی اونطوری رفتار بکن. و همینطور خیلی مهمه که الگوگذاری رو مواظب باشیم. همونطوری که ما برخورد میکنیم تو شرایطی که برای خود ما آدم بزرگا و پدر مادرها موقعیتهایی پیش میاد که احساس میکنیم که با یک بولی در ارتباط هستیم، اون جوری که ما رفتار میکنیم اون الگویی هستش که بچه هامون هم باید رفتار خواهند کرد. و همینطور اون طرزی که خودمون با بچه هامون رفتار میکنیم، اگر ما با بچه ها با خشونت رفتار میکنیم، مسلما این چیزی هستش که ما داریم به بچه ها یاد میدیم که در وقتی که خشم دارن اجازه بدن به خودشون که اون خشم تبدیل به عصبانیت بشه و حرکاتی که باهاش میاد. متشکرم. خانم نجات با ما بمونید، من باز در مورد تجربیات شما میخوام سوال بکنم ازتون، اما قبلش من خداحافظی بکنم با سهند، جاش رو به رویا از لندن بدم. خانم رویا، فکر میکنید که پدر و مادرها چه باید بکنن که به مسئولیتشون عمل کرده باشن در این زمین؟ داشتیم الان صحبت میکردیم که بچه وقتی مراجعه میکنه به والدینش و میگه که در مدرسه با من بد رفتاری شده، چه باید بکنه؟ شما فکر میکنید پدر و مادر وظیفه‌شون چیه؟ با سلام، من از لندن هستم و خودم کمک معلم هستم. میخواستم تجربه خودم رو بگم توی مدرسه‌ای که کار میکنم. وقتی بچه ها به پدر مادرشون میگن که کسی منو اذیت میکنه، پدر مادرها دو تا حالت وجود داره. یکی این که جدی میگیرن، میان مدرسه و با معلم یا با کمک معلم های همون کلاس یا با به قول معروف سیف گاردینگ آفیسر یا اون مسئولی که هست و اونجا اسمشو زدن، عکسشو زدن توی مدرسه، صحبت میکنه و ببینه که کی هست، چه اذیتی میکنه و اون دقیقا اون سیف گاردینگ آفیسر، اون خانمی که مسئول این کاره یا آقایی که مسئوله، اون کسی رو که آزار اذیت میده رو فرا میخونه توی دفترش به شکل محرمانه، نه در پیش همه، هم اون بچه‌ای رو که مورد آزار اذیت قرار گرفته، هم خانواده‌شون رو میخواد و حل میکنه مسئله رو. بعضی موقع بچه‌ها میان به پدر مادر میگن، پدر مادر هیچ عکس عملی انجام نمیدن. تو مدرسه‌ای که من کار میکنم بعضی از مادرها، پدرها سر کارن، مادرها انگلیسی بلد نیستن، مهاجرن، افغانیان، عراقیان، سوریان، تازه اومدن و اینا هیچ کاری نمیکنن و میگن که تو با اون نگرد، تو با اون بازی نکن، تو بیا این ور باهاش. خانم رویا، اگر بخواید احیانا یک توصیه بکنید به مادر پدرهایی که نوجوانشون دچار همچین مشکلی میشه چیه؟ به عنوان یک کمک معلم میگم که جدی بگیرید و اولا از بچه مدام بپرسید خوشحالی از مدرسه؟ چی کار میکنی تو مدرسه؟ خوش میگذره تو مدرسه؟ نگین چقدر درس میخونی، چقدر ریاضی بلدی، چقدر انگلیسیت خوبه، فقط بگین خوشحالی از مدرسه، خوش میگذره تو مدرسه. اگه بچه خوشش نیاد مدرسه بره، اگه خوشحال نباشه ابراز میکنه. وقتی این رو ابراز کرد جدی بگیرید، مدام در تماس با معلم یا اون کمک معلم کلاس بچه‌تون باشید و بگین بچه من چطوره، آیا منزویه توی کلاس، آیا توی پلی گراند اون وقتی که زنگ تفریحه، یا نه اگه منزوی نیست و دوستایی داره. خب اینجا خیلی از پسرها بولی میکنن تو مدرسه که من کار میکنم، پسرها بولی میکنن چون تو خونه هم بولی میشن توسط پدرشون. یکی از بولی هایی که تازگی ها به اطلاع یکی از خانواده ها داده شد که پسرت رو بولی میکنه، اینجا پدر پسرش رو تو همین انگلیس زده بود تو خونه و مادر اومد گفت تو رو خدا به شوهرم نگی که پسرم این کارو کرده،
بلکه به خود من بگید با پسرم صحبت کنم. متشکرم. اجازه بدید من همین نکته رو با خانم نژاد هم مطرح بکنم. خانم نژاد، کسی که خودش دچار خشونت شده و باهاش بدرفتاری شده، چقدر محتمل هست که همین رفتار رو با بقیه هم بکنه؟ چه ارتباطی وجود داره بین این دوتا؟ 100% که ارتباط وجود داره. اصولا آدم وقتی این حرکات و این احساسات رو داره که خودش از درون ناآرامه، وقتی بچه با خودش در صلح نیستش و محیط خانوادهش آرامش نیست، مسلما این خشمی که در درونش هست یه جایی میخواد که خالی بکنه و البته که میره سراغ کسایی که از خودش ضعیف‌تر هستن، کسایی که متفاوت هستن. همینطوری که میدونیم تو مدارس بچه‌هایی که مبادا به قول اون خانم افغانی هستن یا مهاجر هستن یا اقلیت‌ها هستن که بیشتر مورد این مسائل قرار میگیرن. از همه مهمتر البته به همون مهمی بچه‌هایی که معلولیت‌های ذهنی دارن، همینطور بچه‌هایی که به اصطلاح بیماری‌های روحی دارن و یا به هر شکلی وزنشون بیشتره یا وزنشون کمتره و میدونیم که اینا خیلی تاثیرای منفی روی جوونا میذاره. راجبه اون جوون اخیر که 11 ساله که خودکشی کرده بود، اتفاقای بسیار وحشتناکی داره میفته توی دنیای جوونا و مسئولیت ما هستش که از همه نظر به قول این خانم جدی بگیریم و همه با هم همکاری بکنیم. مرسی. همون جوری که میدونید در انگلستان الان درصد، حالا من آمار انگلستان البته میدونم، درصد بسیار بالایی از جوونا انورکسیک هستن یا بولیمیا دارن یا درگیر هستن با خودشون یا خودآزاری میکنن و میدونیم که به خاطر این اتفاقات بسیار زیادی که اخیراً میفته دیگه این یک قانون شده و مدرسه‌ای که جدی نگیره این مسائل رو و همینطور اون کسی که داره کار بولی رو انجام میده و خانواده اون شخص، همه به اصطلاح تحت نظر خواهند بود. مرسی. و توی دردسر میافتن. خواهش میکنم. متشکرم. خانم نژاد، سوال بعدی رو رجا میخواد از شما بپرسه، فکر میکنم از زبون بینندگان ما. رجا ممنون. یکی از بیننده‌ها برام سوالی مطرح کرده و گفته که بله. دختر 5 ساله‌ای داره که دختر 5 ساله‌اش در مقابل زورگویی در مدرسه وقتی بچه‌ها اذیتش می‌کنن هیچ عکس‌العملی از خودش نشون نمیده، برای اینکه مادرش همیشه بهش یاد داده که مهربون باشه و خوب رفتار کنه با بقیه بچه‌ها. اما الان این مادر به اسم مریم که در تلگرام برام مسیج داده، نگرانه که این بچه الان نمیتونه از خودش دفاع کنه و حالا بعد چطور یاد بچه‌ش بده که در مقابل زورگویی بیسته. توصیه شما چیه؟ البته که مدرسه ها این روزا خیلی مجهز، مدرسه ها خیلی مجهز هستن و اطلاعات هممون خیلی بالا هستش و در وهله اول خیلی مفیده که با مدرسه صحبت بکنن و هماهنگی بکنن. مدرسه تکنیک های بسیار زیادی و همینطور بچه هاشون رو میشناسن، یه مقداری حمایت اونجوری اتفاق میفته، ولی خیلی اهمیت داره که بچه با خودش در صلح باشه و به اصطلاح تکنیک ها رو بلد باشه، عزت به نفس بالایی داشته باشه، اعتماد به نفس بچه رو باید بالا برد و به هر صورت همون نکته هایی که اشاره کردم داستانش خیلی طولانیه و 5 سالگی اتفاقا سن خیلی خوبیه که این مسئله رو باهاش کار بکنن، چون یه مسئله اخلاق هستش که بچه یاد بگیره کار درست چی هستش، ولی در ضمن باید بچه یاد بگیره که بتونه از خودش حمایت بکنه به جای اینکه درگیر بشه و بخواد با خشونت جواب این مسائل رو بده. بعضی خانواده ها بچه هاشون رو به کلاس های تکواندو و کاراته با غیره میفرستن که بچه یاد میگیره که از درون با خودش به اصطلاح احساس بکنه که ضعیف نیستش، چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ روی روانی، ولی یاد میگیره که مبارزه کردن با نشون دادن خشونت و عمل کردن به اون به اصطلاح اجازه دادن که این به عصبانیت تبدیل بشه نیستش و روش های بسیار زیادی هستش که آدم وقتی که جلوی یه بولی، در واقع بولی میره سراغ کسایی که ضعیف هستن و نمیتونن از خودشون حمایت بکنن. اینه که یه بچه‌ای که در درون خودش احساس قوی بودن و شادابی میکنه میتونه که خیلی راحت تر جلوی این چیزا بایسته. ممنون.
خب متشکرم. اجازه بدید که من با نیکو خدافظی بکنم، جاش رو بدم به اسحاق از تهران. تجربیات اسحاق رو هم بشنویم. آقای اسحاق، تجربه و مشاهده شما در این زمینه چی میگه؟ سلام. من کلا توی دوران مدرسه خیلی مشکلات زیادی داشتم، برای اینکه همجنسگرا بودم. از سال چهارم دبستان به بعد که تفاوت‌های من نسبت به بقیه روز به روز بیشتر بروز می‌کرد، مشکلات من شروع کردم به زیاد شدن. یعنی من حتی از چهارم دبستان گفتید؟ بله بله. یعنی من حتی از طرف معلم‌ها یا ناظم‌های مدرسه هم پشتیبانی نمی‌شدم. من توی دوران دبیرستان توی سال اول اخراج شدم، به دلیل اینکه یکی از کم کلاسی من که حالا توی بسیج مدرسه عضو بود، رفتش داستان منو به مدیر مدرسه گفت و قبل از اون هم کلی منو کتک زده بود و کلی من از طرف ایشون به صورت کلامی و چه فیزیکی مورد حمله قرار گرفته بودم. اما به جای اینکه مدیر مدرسه بی طرف منو بگیره، طرف ایشون رو گرفت و از من خواست که اون مدرسه رو ترک بکنم. خانواده چه کردن با شما آقای اسحاق؟ خانواده من خوشبختانه همه نظره منو ساپورت میکردن، ولی خب نتونستن در این مورد کاری بکنن. من مجبور شدم که از اون مدرسه که بهترین مدرسه منطقه ما بود برم و برم توی مدرسه بعد ثبت‌نام بکنم. و من یادمه که اون مدرسه بعدی رو که رفتم، همون یه رو به اول که وارد مدرسه شدم، به خاطر اون فضایی که داشت و به خاطر ترسی که توی من وجود داشت، من از مدرسه فرار کردم و یک هفته مدرسه نرفتم. و اون اولین باری بود که من اقدام به خودکشی کردم، کلی قرص خوردم، ولی خب موفقیت آمیز نبود. و بعد از اون باعث شد که، یعنی اون مشکلی که توی مدرسه من داشتم هنوز که هنوزه برای زندگی من مشکل ایجاد کرده. من چه مشکلی ایجاد میکنه برای شما دقیقاً؟ خب من خیلی اعتماد به نفسم پایینه، نمیتونم خوب با مشکلم کنار بیام، خیلی از جامعه میترسم، خیلی خودم رو حقیر و کوچیک میدونم نسبت به بقیه، احساس میکنم از عهده زندگی خودم بر نمیام. همیشه تا این مشکل کوچیکی برام ایجاد میشه سریع به خودکشی فکر میکنم. کلا ارزش زندگی مو باعث شده که از من، یعنی ارزش زندگیم کم شده. مرسی. این تاثیری که شما میگین تاثیر بزرگ و عمیقی هست. اجازه بدید من همین سوال رو با خانم نژاد مطرح بکنم. خانم نژاد، خیلی از کسانی که میگن مشکل داشتن در مدرسه، بله، این مشکل ادامه پیدا میکنه، نتیجهش بله، در بزرگسالی این میشه که الان دیدیم. چه بکنیم؟ دقیقاً. و من داشتم فکر میکردم که البته اون زمانی که این اتفاقا برای این آقای عزیز افتاده سالهای پیش بوده که به اصطلاح به این مسائل شاید اونقدر اطلاعات نداشتیم و درکش رو نداشتیم، ولی امروزه خیلی مفیده که توی مدارس معمولا اینطوری هستش که این اعضا یا گروه هایی که یا نفراتی که این اخلاق ها رو دارن براشون گروه های مخصوصی میذارن. چون حقیقت موضوع اینه که اون کسی که داره این حرکات بولینگ رو انجام میده معمولا یه چند تا هم با خودش نوچه جمع میکنه و این خودش داره از خشمی که تو درونش هستش زجر میبره. خانم نژاد، این بیننده ما از تهران با ما صحبت میکنه که احتمالا بعضی از این راهکارهایی که شما میگین براش فراهم نبوده یا حتی ممکنه الان هم فراهم نباشه. این بله، افراد با این مشکلاتی که توصیه من برای این آقای عزیز و دوستان عزیزی که هنوز به این سنا رسیدن و این مسائل رو دارن، اینا مسائلی هستش که باید با مشاور صحبت بکنن، باید که خودشونو کمک بکنن. تو این جهانی که پر از همه جور ماجرا هستش، آدم نمیتونه که مجهز نباشه. از همه مهمتر مجهز بودن این هستش که اشخاص با خودشون در صلح باشن. اینا همه تکنیک داره که در جامعه راحت نبودن یه چیزیه که واقعا آدمو ضعیف نگه میداره، اصلا معنایی نداره، یعنی زندگی نمیشه کرد. وقتی آدم نتونه که با آدمای دیگه ارتباط برقرار کنه و ارتباط مثبت برقرار بکنه، مسلما این صدمه و این آزاری مرسی که برای خودش داره ادامه پیدا خواهد کرد. خواهش متشکرم. با ما بمونید، من خداحافظی بکنم با رویا از لندن. جاشو به یه رویای دیگه از استکهلم بدم. خانم رویا از استکهلم با ما صحبت میکنید، اونجا چقدر این مسئله جدی گرفته میشه؟ سازوکار مشخصی براش وجود داره یا نه؟ شما از دیده هاتون برای ما بگید. الان داره، ولی در زمانی که بچه های من دبیرستان میرفتن متاسفانه 2 سال زورگویی بهشون شد، به این طریق که ما خونمون نیم ساعت فاصله داشت تا دبیرستان اینا. درست 2 سال بچه های من توی مسیر که میرفتن اتوبوس میگفتن یک بار این بچه ها نمیذارن بشین رو صندلی، یعنی کیفاشون رو میذاشتن بغلشون که این بچه های من در تمام طول راه نیم ساعت
بیستن و توی مدرسه هم نوع دیگه زورگویی بهشون میکردن و این باعث شد که من مجبورشم محل سکونتم و شهرم رو تغییر بدم. ولی با بچه های من اعتماد به نفسشون از دست داده بودن، هیچ گروهی هیچ تیپی نمیمد با اینا صحبت کنه، اینا سر غذا خوردن تنها بودن و هنوز که هنوز اعتماد به نفسش رو به دست نیاوردن. متاسفانه اون دو سال زورگویی که به این بچه های من کردن هنوز روشون اثر منفی داره و من آگاهی نداشتم که برم به مدرسه بگم. بعدها متوجه شدم که میتونستم برم اعتراض کنم، البته اون موقع اونجور نبود که به اعتراض من گوش بدن. الان یک مقداری این جامعه خوب شده، پیش رفته، فرقی روز به روز بهتر میشه و بهتر متشکرم. پس شما دارید به نقش اطلاع رسانی و آگاهی اشاره میکنید. ممنون از شما. آخرین سوال رو ازتون بکنم خانم نژاد. اول برنامه یکی از بیننده های ما اومد گفت من نمیرفتم شکایتم رو مطرح بکنم برای اینکه میترسیدم به خبرچینی متهم بشم، یا احیانا خیلی ها هستن که میگن ما نمیگیم، نمیخوایم مطرح بشه که بدتر نشه اوضاع، از پدر مادرشون میخوان که مطرح نکنن. با این بچه ها چه باید کرد؟ بله، البته امروز دیگه به اصطلاح این گفتگو بین اون بچه و مدرسه میمونه، این حالت نیستش که بخواد خطری برای بچه ایجاد بکنه و اعضای مدرسه هم البته آگاهی دارن به تمام این مسائل و اینکه همه با هم باید کار بکنیم. این چیزی نیستش که دست تنها باشه و اگر کسی که داره بولی میشه اینو اطلاع رسانی نکنه مثل هر چیز دیگه ای، چون بولینگ، حالا شما امروز برنامه تمرکز روی بچه ها داره ولی میدونیم که بولینگ در محیط کار اتفاق میفته، توی منزل اتفاق میفته، بین جفتا اتفاق میفته، بین برادر خواهرها، همسایه ها و غیره و غیره. این داستانی نیستش که فقط مختص بچه ها باشه و البته که هر چقدر اشخاص اطلاعاتشون بالاتر باشه، هر چقدر که توی محله ها گروه میذارن و دور هم جمع میشن و صحبت میکنن راجع به اینکه چجوری میتونن بلکه حتی در زمانهایی حمایت بدن به شخصی که بولی هستش و به اصطلاح کمکش بکنن که از اون جایی که هستش حرکت بکنه. مثل. چون یه مقدار کار با خود شخصیه که داره بولی میشه ولی یه مقدار دیگه کار با اشخاصیه که این خشمشون رو به این نحو به اصطلاح نشون میدن. متشکرم، باز اشاره به نقش آگاهی میکنید. ممنون از شما شهین نژاد، روان درمانگر از لندن، مهمان برنامه ما. خداحافظی میکنم و با دو بینندمون رویا و اسحاق بریم برای آخرین بار پیش رجا. ممنون مریم. پیام های زیادی به دستون رسه، تا اونجایی که بتونم براتون میخونم. یک مخاطب که گفته دانش آموز پیش دانشگاهیه در تلگرام برای ما مسیج گذاشته و گفته که متاسفانه توی دبیرستان های ایران این موضوع وجود داره که اگر کسی قیافه بهتری نسبت به بقیه داشته باشه، به اصطلاح بقیه یک سری از بچه ها هستن که بهش نظر دارن و گاهن به اون پیشنهاد رابطه جنسی بدن. اگر شخص قبول کنه که هیچی، ولی اگر قبول نکنه با عناوینی مثل روسپی، فاحشه و اینطور چیزها اون رو خطاب میکنند که خیلی آزاردهنده است. کاربر دیگه ای گفته که کاش از طرف همسالان مورد آزار و زورگویی قرار میگرفتم. من از طرف والدینم مورد آزار و زورگویی قرار گرفتم که تأثیرش تا همین لحظه هم بر من وجود داره. در توییتر زهرا برای ما چندین تا توییت کرده و داره میگه که در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته و یکی از توییت هاش هم اینه، میگه یاد گرفتم از اینکه سلیقه خودم رو دنبال کنم نترسم و به خاطر ترس از تمسخر همرنگ جماعت نشم. فرنوت هم میگه بهترین راه مبارزه با زورگویی اول به رسمیت شناختنشه و اطلاع دهی به دانش آموزان و به اینکه به اونها بفهمونن که تفاوت ها مثل لهجه و چهره و غیر عادیه. و کاربر دیگه میگه اگر روابط بین بزرگترها بر اساس احترام به حقوق یکدیگه باشه، بچه‌ها هم از اون الگو برداری میکنند. و امیرم میگه این برمیگرده به فرهنگ شاید غلط تربیتی خانواده که بعضی وقتا بیش از حد معمول اخلاق گرا هستن. ببخشید که نرسیدم تمام پیام هاتون رو بخونم، از من خداحافظ. ممنونم راجع برنامه امشب ما همینجا تموم شد. ممنون از همه شما که تو این برنامه شرکت کردین و نشستین این برنامه رو تماشا کردید. امیدوارم که دیدن این برنامه به دردتون خورده باشه. عذرخواهی میکنم اگر وقت محدودمون اجازه شرکت بعضی از شماها رو در این برنامه نداد. در صفحات رسمی ما در شبکه‌های اجتماعی نظراتتون رو برای ما بنویسین. ایمیل ما هم هست shoma@bbc.co.uk. تا فردا و یه موضوع تازه باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.